ناکام خواندن روند سال در افغانستان از سوی شماری از عالمان دین. توزیع شناسنامه های پاکستانی برای باشنده های ولسوالی گوشته ننگرهار از سوی نظامیان پاکستان. و نگرانی شدید سازمان جهانی صلیب سرخ نسبت به ادامه جنگ و تلفات ملکی در افغانستان. به نام خدا و با عرض سلام بر شما، امروز پنجشنبه 29 حمل سال 1392 خورشیدی برابر با 18 اپریل سال 2013 میلادی. به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از آریانا خوش آمدید. روند صلح در افغانستان ناکام بوده است. برخی از عالمان دین با بیان این موضوع میگویند که حکومت افغانستان باید اعتراف کند که در این راستا موفق نبوده است و این شورا در گمراهی به سر میبرد. از سوی همین علما یک بار دیگر حملات انتحاری و کشتار مردم بیگانه را حرام دانسته و محکوم میکنند. علمای دین همچنان خطاب به طالبان از آنها میخواهند تا برای آمدن صلح به کعبه بیایند، اما شورای عالی صلح ناکام بودن روند صلح را رد میکند. علمای کانون علمی و تحقیقات اسلامی افغانستان در گرد همایی در کابل میگویند دولت افغانستان در آوردن صلح تاکنون ناکام بوده است. این علما میگویند حکومت باید اعتراف کند که گفتگوهای صلح بی‌نتیجه بوده است، زیرا هنوز طرفهای مخاطب حاضر به گفتگو نیستند. آیا ایجاب میکنه رسیدن به صلح؟ با این انقیادها، با این تضرعها، با این عاجزیها، با این انکسارها، با این همه چیز از دست دادن ها که بازم طرف آماده نیست که امرایت حرف بزنن، آیا این ما را به صلح میرسن؟ آیا این راه رسیدن به صلح هست؟ اگر ما اشتباه کرده ایم پس باید از نو شروع کنیم. شمار از این علما از مخالفان حکومت میخواهند تا برای مذاکرات صلح به خانه خدا بیایند، اگر واقعا برای صلح میخواهند مذاکره کنند. بیاین در مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم برو بیا که مسئله را حل کنی، در کعبه عظما برو که مسئله را حل کنی، که هیچ خرچ و نان چاشت موتور امریکایی و اروپایی و لندنی نده که قضیه را حل کنه. وقتی که کرای اتاق اوتا، کرای اوتل اوتا، نان اوتل اوتا، فما سألتكم من اجر. این علمای دینی یک بار دیگر حملات انتحاری و کشتار مردم بیگناه را حرام دانستن، میگویند که اسلام هیچ جایی برای کسانی که مردم بیگناه را میکشند ندارد. کشتن خدا و کشتن مسلمان ها را و کشتن دیگر را توجیه میکنن و هم توجیه شرعی برایش پیدا میکنن، چیزی که اصلا در شریعت وجود ندارن. چندین بحث و مباحثه داشتیم روی قضایا، روی موضوعات. اما شورای عالی صلح نمیپذیرد که دولت افغانستان در تامین صلح و مذاکرات با طالبان ناکام بوده است. این شورا میگوید پیشنهادات علمای دینی را به منظور تقویت این روند میپذیرد. تا حال خوشبختانه دستاوردهای داریم، فکر میکنم دوستای ما به جریان باشن. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که از زمان آغاز روند صلح تا کنون طالبان به طور رسمی به میز مذاکرات با دولت افغانستان نیامدند و با وجود تلاشا دفتر قطر نیز تا کنون عملا برای تطبیق این روند استفاده نشده است. برداشتن دروازه از سوی نیروهای پاکستانی در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان یک ادعای دروغین است. شماری از باشنده های ولسوالی گوشته در ننگرهار میگویند نظامیان پاکستانی در عین حال که دروازه را از خط مرزی دور نکرده اند، بل سخت مصروف ساخت دیوارها در این منطقه اند. آنان همچنان میگویند که نیروهای پاکستانی در این ولسوالی به توزیع شناسنامه های پاکستانی به شهروندان افغان پرداختند و نیز به این مردم کوپن میدهند. یک نماینده ننگرهار در مجلس نمایندگان نیز این ادعای مردم گوشته را تایید میکند و میگوید پاکستان این همه کارها را در مشوره با مقام های محلی انجام میدهد. همکارم رحمت الله زیارمل با ولسوالی گوشته رفته بود و این گزارش را فرستاده است. ایجاد دروازه و به دنبال آن دیوار در خط مرزی میان افغانستان و پاکستان از سوی نظامیان پاکستانی در واقع دروازه تنش‌های تازه میان این دو کشور را باز کرده است. چند روز پس از این اقدام نیروهای پاکستانی و واکنش‌های تند دولت افغانستان در برابر آن، گزارش شد که پاکستان دروازه ساخته شده در خط مرزی را برداشت. هرچند به نظر می‌رسید که تنش‌ها از این بابت پایان یافت، اما من خواستم به ولسوالی گوشته در نزدیک مرز با پاکستان بروم و واقعیت امن را دریابم. مردم در اینجا از تلاش‌های پنهانی نیروهای پاکستانی پرده برمی‌دارند. آنان می‌گویند پاکستان در عین حال که دروازه را دور نکرده است، بلکه کار ساخت دیوارها به شدت جریان دارد
و نیروهای پاکستانی مردم را مجبور میکنند که شناسنامه های پاکستانی بگیرند. پاکستان حکومت دا کوشش کوي چې په دې تیر باندې په دې غرونو لاړ شو د کامی پلت ځان ورسی، او دا منطقه په هر خیمه چې په هر کوشش باندې دوی کارتونه مورکی شناختی کارتونه موادونه مورکی وړو ورکی وړی ورکی د دې خلکو د پاره الټره شونونه او کیمپونه کولا کړی دي موادونه ول ورکی څه ګره کارتونه ورکی مطلب د شیبی کو ورکړي دي او دا مطلب د خپل داخله غنی دا خاوره ما خپل پاکستان شناختی کارت جوړ کړی ټول اخستی غونډه اخستی د داوا چې کومه کوله دا دروازه شنه رنگنډول راوړی و خو به دې راوړی و چې وطن کې ما شناختی کارتونه ورکړي او داخل مارید. مردم گوشته میگویند در حالی که دولت افغانستان اطلاعی ندارد نیروهای پاکستانی نزدیک به 50 کیلومتر در خاک افغانستان پیش آمدند و هنوز هم به گامهایشان شدت میبخشند. در افغانستان در مشران و در برکت و ازمنگ در وقداران در برکت خبر را خاپخ نه در خاپخ نه وز خبر را در کردیس پا حکومت کی شنه رنگ کنده بوده 55 کیلومتر مخ کی راغلی دی چې دا وس مونږ ولاړ یو دی صحه ته مونږ غوي د غشت دی لکه د خلکو ته شنه دی کاټي ور کوي د خلکو ته په دغه کې په غلنې کې ډیر غټ امتیازات دی ور کوي. برای ثابت ساختن این ادعای باشنده های گوشته با محمود نعیمی تصویر بردارم به سوی مرز رفتیم. این کوه ها نقطه مرزی میان افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته است. تمام روز را منزل زدیم تا از دروازه و دیوارهای ساخته شده توسط نظامیان پاکستانی تصویر برداریم، اما اینجا در نزدیک یک پوسته نیروهای سرحدی افغان با چالش مواجه شدیم. آنها نمیگذارند از این پیشتر برویم. پرسیدم چرا؟ میگویند مقام های محلی دستور دادند که به رسانه ها اجازه داده نشود تا از آنجا تصویر برداری کنند. یک منبع تصاویری را در اختیار ما قرار داد که نشان می‌دهد کار ساخت دروازه و دیوار توسط نظامیان پاکستانی به شدت جریان دارد. اما چرا نیروهای افغان نمی‌خواهند مانع این روند شوند؟ بدبختی داده دلت داس معلومی گی چه ده پردی شاعت حکومت او دغه طرفونه ټول سره یو دی خالی دولس پا سترگو که خوریا چهی دفاعی کمیسون کنر تطلله و دفاعی کمیسون زازی میدان تطلله و دفاعی کمیسون دلتا هم را غلی ده و بیا هم را روان ده موضوع با دینزدی نسیدی. دو روز تمام دنبال مسئولان پلیس سرحدی گشتیم تا دیدگاه آنان را در پیوند به این همه ادعاها و تصاویر دریابیم، اما با همه تلاش‌هایمان هیچ کسی حاضر نشد در این مورد سخن بگوید. ادامه خبرها. سازمان جهانی صلیب سرخ نسبت به ادامه جنگ و تلفات غیر نظامی ها در افغانستان شدیداً اظهار نگرانی میکند. مسئولان در این سازمان همچنان وجود موانع در برابر روند کمک رسانی به قربانیان جنگ در افغانستان خبر میدهند. همزمان با این وزارت داخل افغانستان میگوید راهکارهای روشن را برای کاهش تلفات غیر نظامیان به کار گرفتند. جزئیات را همکارمان نصرت پارسا گزارش میدهد. پیکار مشترک نیروهای افغان و اعتراف بین المللی در نابودی هراس افغان در 11 سال گذشته با وجود دستاوردها سبب قربانی هزاران غیر نظامی شده که عامل بیشترین این تلفات طالبان دانسته می شوند. با این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ از تشدید حملات بهاری هشدار داده و از ادامه این خشونت های ابراز نگرانی می کند. صلیب سرخ میگوید افزون بر تشدید نبرد در افغانستان، افزایش در گروه های مسلح در این کشور سبب شده که آسیب دیده های منازعات جنگی نتوانند به خدمات نهادهای کمک رسان دسترسی پیدا کنند. آنچه را که ما بررسی میکنیم افزایش گروه های مسلح در سطح افغانستان است که یک مانع بزرگ فراراه دسترسی مردم به ارائه خدمات است. در همین حال به نظر می رسد که برخی گروه های مسلح آماده شدند تا از این پس مانع کمک رسانی با آسیب دیده های جنگ نشوند. صلیب سرخ می گوید این نهاد با طرف های درگیر در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی و کمک رسانی به قربانیان جنگ صحبت می کنند. آنچه که در مورد دسترسی کمیته بین المللی صلیب سرخ و دشواری های آن برمیگردد این است که ما دسترسی بهتر به مناطق دور دست داشته باشیم و یکی از مثال ها این که طی روزهای گذشته با یکی از جناح‌های مخالف مسلح صحبت کردیم و آنان حمایت خود را از کمک رسانی به قربانیان جنگ اعلام کردند. اما وزارت امور داخله افزایش گروه های مسلح را در کشور رد می کند و می گوید نیروهای امنیتی آماده‌اند تا در برابر هر نوع تهدید پاسخ دهند.
در همین حال این وزارت میگوید کشتن افراد ملکی از استراتژی اصلی طالبان است. جزء استراتژی طالبان هست که باید افراد ملکی را هدف قرار بده و قسم فشار بالای حکومت افغانستان و تاثیر بد بالای افکار مردم افغانستان وارد بکنه. ما طالبان را از مناطق ملکی و مسکونی دور راندیم، اونا در کوها هستند و این تلاش ما خواهد بود. استراتژی ما است که اینا را از مناطق ملکی دور بکنیم تا آسیب به افراد ملکی نرسد. این در حال است که چند روز پیش یک موتر حامل چند کارمند جمعیت هلال احمر افغانی هنگام کمک رسانی در شمال افغانستان آماج حمله قرار گرفت که در نتیجه شمار از کارمندان این نهاد کشته شدند.